خانم دالووی، نوشته ویرجینیا وولف ترجمه پرویز داریوش راوی نوشین همسیان بخش دهم ده لیدی بروچن گفت بلی پیتر والش برگشته است به گونه مبهم این خبر برای همهشان رضایت بخش بود پیتر والش در هم کوفته و ناموفق به ساحل های امن ایشان بازگشته بود. ولیکن فکر میکردند که کمک کردن به دو غیر ممکن است. در نهاد او نقصی هست. هیو گفت که البته می شود اسمش را به فلان گفت. به فکر نامه هایی که به رؤسای ادارات دولتی درباره دوست قدیم من پیتر والش و از این قبیل می نوشت به نحوی اندوهگین و با اهمیت ذاتی چین بر چهره افکند ولیکن به چیزی منجر نمیشد به خاطر نهاد پیتر به چیز دائمی منجر نمیشد لیدی بروتن گفت با زنی گرفتاری پیدا کرده همگی حد زده بودند که همین باید در ته قضیه باشد لیدی بروتن که با نگرانی میخواست این موضوع را رها کند گفت در هر حال تمام داستان را از خود پیتر خواهیم شنید آمدن قهوه به طول انجامیده بود یوهو ویتبرد زیر لب گفت نشانیش و در دم مسئول خدمات که امروز و هر روز گرد لیدی بروتن میگشت او را جمع می آورد و حائل می شد و در بافت لطیفی می که جلوی به هم خوردن را می گرفت گسیختگی ها را تقلیل می داد و گرد منزل خیابان بروک طوری لطیف می پراکند که در آن چیزها جای می گرفتند؟ بلی، پرکینز که سی سال بود با لیدی بروتن موجی پدید آمد و در اطراف او بود و این پرکینز بود که نشانی را نوشت به آقای خوبیتبر تسلیم کرد که دفترچه جیبش را درآورد ابروهایش را بالا برد و نشانی را میان اسناد واجد بالاترین اهمیت فرو برد و گفت که از اولین خواهد خواست پیتر را به نهار دعوت کند. در انتظار بودند آقای هویتبرت کارش را تمام کند تا قهوه را بیاورند. لیدی بروتن اندیشید که هیو خیلی آهسته کار می کند. متوجه شد که هیو فربه می شود. ریچارد هموار خود را در وضع دلخواه نگاه می داشت. لیدی بروتن داشت بی صبر می شود. تمامی وجود او به نحوی به نحوی قطعی غیر قابل انکار سلط جویانه در صدد بود تمامی این موضوع ناچیز غیر لازم یعنی پیتر والش و امورش را به خاطر آن موضوع که توجه او را به خود گرفته بود به کناری نهد و نه تنها توجه او که آن نسل جا که ستون روح او بود آن جزء اساسی او که میلی, برو، بروتن بدون آن میلی سنت بروتن نمیشد. آن طرح مربوط به کوچ دادن جوانان از مرد و زن که پدر و مادر محترم داشتند و جا دادنشان با آینده مطلوب در کانادا بود. قلوف می کرد. شاید حس تناسب خود را از دست داده بود. مهاجرت برای دیگران علاج مسلم نبود فرض عالی نبود برای ایشان چه هیو چه ریچارد و چه حتی میس براش سرسپرده آزاد کننده خودخواهی محصور و مقید نبود که یک زن جنگی خوب پرورده شده با اصل و نسب با انگیزه های مستقیم احساسات سرراست و قدرت درونگرای خفیف وسیع و ساده لیدی بروتن میپرسید چرا همه کس نتواند وسیع و ساده باشد؟ احساس می کند همین که جوانی گذشت در درونش سر بر می دارد و باید بر سر موضوعی خالی کندش می تواند مهاجرت باشد, باشد. می شود آزادی زنان باشد و لیکن چه باشد این موضوع که جوهر روح او گرد آن ترشوه می شود ناگذیر چیزی منشور شکل و براغ نیم آینه نیم سنگ گرانبها می شود گاه به دقت نهفته شده تا مبادا مردم به آن نیشخند بزنند و گاه با غرور عرضه شده است به طور خلاصه مهاجرت تا حد زیادی خود لیتی بروتن شده بود ولی که ناگزیر بود بنویسد و همیشه به میس براش میگفت که نوشتن یک نامه به روزنامه تایمز بیش از ترتیب دادن فرستادن سپاه به آفریقای جنوبی یعنی کاری که در زمان جنگ انجام داده بود برایش زحمت داشت پس از آغاز شدن نبرد به هنگام صبح و دریدن نامه از نو آغاز کردن بیهودگی زن بودن خود را به گونه احساس می کرد که در هیچ مورد دیگر حس نمی کرد. و با خورسندی به فکر هی و هویس می افتاد که واجد هنر نامه نوشتن به تایمز بود. و هیچ کس نمی توانست در آن شک کند. هیو هوبیتبرد موجودی بود که ساختمان وجودش با او فرق داشت. چنان بر زبان مسلط بود و می توانست نکات را جایی به گنجاند که مطلوب سردبیران بود. سوز و شوری داشت که کسی نمی توانست صرفا موافق نباشد. لیدی بروتن بیشتر اوقات حکم کردن درباره مردان را به حرمت آن هماهنگی اسرارآمیز که مردان و نزنان زنان با قوانین عالم داشتند معلق نگاه می داشت. مردان میدانستند هر چیز را کجا بگذارند میدانستند چه مطلبی عنوان شده است به گونه ای که اگر ریچارد او را راهنمایی می کرد و هیو برایش می نوشت، لیدی بروتن شک نداشت که به نحوی حق با اوست. این بود که گذاشت هیو صفلهش را بخورد. احوال اولین بینوا را پرسید. صبر کرد تا مشغول دود کردن شدند و آنگاه گفت میلی کاغذ ها رو می آوری؟ و میس براش بیرون رفت برگشت کاغذ ها رو روی میز گذاشت و هیو خودنویسش رو در آورد. خودنویس نقرهش رو که می گفت بیست سال خدمت کرده و سر آن را چرخاند و باز کرد. اکنون هم هنوز به طور کامل کار می کرد. به سازندگانش نشان داده بود. گفته بودند هیچ دلیل ندارد که از کار نیفتند. و این ریچارد دالاوی احساس می کرد تا حدی به اعتبار هیو بود و به اعتبار آن احساسات که قلم او ابراز می داشت. و در آن حال هیو با دقت به نوشتن حروف بزرگ با دایره گرد آنها در حاشیه پرداخت. و به دین ترتیب افکار پیشیده ی لیدی بروتن را به مفهوم و به دستور زبان مبدل ساخت. به گونه ای که لیدی بروتن که آن تغییر حال شگفتی انگیز را می پایید، حس می کرد سردبیر تایمز باید بدان احترام بگذارد. هیو کند بود، هیو خونسرد بود. ریچارد می گفت باید دل به دریا زد. هیو به احترام احساسات مردم تعدیل مطلب را توصیه می کرد. و وقتی ریچارد خندید با لحن نسبتا تندی گفت آن احساسات باید در نظر گرفته شود. و بلند خواند. بنابراین ما عقیده داریم که وقت آن فرا رسیده است. جوانان زائد جمعیت روزافزون ما این چیزی است که ما بر... این که ما به مردگان مدیونی و اینها را ریچارد معتقد بود. تمام صفحه پرکن و تمام صفحه پرکن و پر صداست. اما البته صدمه ای به کسی نمیزند. و هیو همچنان به ردیف کردن احساسات بر حسب حد علای بزرگی به ترتیب علف با مشغول بود. خاکستر سیگار برگ را از جلیقهش می تکند و گاه به گاه پیشرفتی را که کرده بودند خلاصه می کرد. تا بالاخره پیشنویس نامه را بلند خواند. و لیدی بروتن یقین داشت که شاهکاری است. آیا آن معنی که در سرداش میتوانست این جور صدا کند؟ هیو نمی توانست تضمین کند که سردبیر آن نامه را چاک کند. و لیکن قرار بود کسی را سر نهار ملاقات کند. به شنیدن آن لیدی بروتن که به ندرت کاری با لطف انجام میداد، همه ی میخک های هیو را به جلوی لباس خود فرو کرد. و دستهایش را به دو طرف دراز کرد و هیو را نخست وزیر مطبوع من خطاب کرد. می گفت نمی داند بدون آن دو چه کار میکرد. از جا برخواستند و ریچارد دالاوی قدم زنان به سوی تصویر ژنرال میرفت تا مثل معمول آن را تماشا کنند. چون قصد داشت هر موقع فرصت پیدا کند تاریخچه خانواده لیدی بروتن را بنویسد. و میلی سنت بروتن به خانواده خود بسیار می نازید. اما با نگاهی به تصویر گفت آنها می توانند صبر کنند. بهتر از آنها صبر کنند. و منظورش آن بود که خانواده او مردان نظامی، کشورمداران، دریا سالاران، اهل عمل بودند که وظیفه خود را انجام داده بودند. و اولین وظیفه ریچارد نسبت به کشورش بود. و باز گفت اما چهره عالی است. و هر, موقع، و هر وقت موقعش میشد همه اوراق برای ریچارد در المیکستون آماده بود و منظورش دولت کارگر بود و فریاد زد آه اخبار رسیده از هند و آنگاه همچنان که در تالار ایستاده دستکش های زرد را از کاسه بزرگ روی میز مرمر سبز بر می و هیو داشت با آداب با آداب به کلی غیر لازمی بیلیت از مصرف افتاده یا تعارف دیگری به میس براش تحویل میداد و میس براش از اعماق دلش نفرت داشت و به رنگ آجر قرمز درآمده بود ریچارد کلاه به دست رو به لیدی بروتن گرداند امشب که به میهمانی ما میایید امشب که به میهمانی ما میایید و به شنیدن آن لیدی بروتن آن عظمت را که نام نگاری از هم پاشیده بود از سر گرفت. امکان داشت بیاید یا امکان داشت نیاید. کلاریسا نیروی شگفتی داشت. لیدی بروتن از میهمانی ها وحشت داشت. اما خوب داشت پیر میشد. بر مدخل در, در، ایستاده ایستاده خوشقیافه خیلی راست. این گونه معنی میکرد. در حالی که سگ چینی او پشت سر سرش می آمد و میس براش با دست های پر از کاغذش از نظر محف می شد. و لیدی بروتن وزین و حضرت معاب بالا به اتاق خود رفت. در حالی که یک بازویش رویش بود. روی نیمکت دراز کشید. آه کشید. خورناس کشید. نه آنکه خواب باشد. فقط خمار و سنگین بود. خمار و سنگین. مثل مزرعه شب در در آفتاب این روز داغ تیر ماه. در حالی که زنبورهای اصل و پروانه های زرد در اطراف پرواز می کردند. همیشه به آن مزرعه ها در دوانشیر شیر باز می گشت که سوار بر پتی از به کوچکش همراه با مور تایمر و تام برادرانش از روی جوی ها می جست و سکه ها بودند و موش صحرایی و پدر و مادرش روی چمن زیر درخت ها با وسایل چای و گرد های کوکب و ختمی فرنگی علف پامپاس و خودشان های بدزاد همیشه در فکر شیطنت دزدکی از میان بوته ها می رفتن که دیده نشوند سراپا آلوده به خاطر لات بازی دایی پیر چه خاک درباره لباس های او نمی گفت وای خدا یادش آمد روز چهار شنبه در خیابان بروک بود. آن دو مرد خوب مهربان ریچارد دالووی و هیو هویتبرد در این روز داغ از میان خیابانهایی گذشته بودند که صدای خورناس آنها به گوش او که روی نیمکت لمیده بود می رسید. قدرت از آن او بود. مقام درآمد در, در صفحه جلو زمان خود زندگی کرده بود. دوستان خوبی داشته بود با قدرت ترین افراد زمان خود را می شناخت. لندن زمزمه کن بالا می پرید و به او می رسید و دستش را بر پشت نیمکت قرار می داد. به دور چوبه فرماندهی تصویری از آن گونه که نیاکانش به دست می گرفتند حلقه زد و در آن حال که آن چوبه را گرفته بود چنان می نمود که خوابالود و سنگین به هنگهای آزم کانادا و آن دو مرد خوبی که در لندن راه می رفتند و آن قلم رو متعلق به دیشان آن اندک قطعه فرش میفیر فرمان می دهد و از او دورتر و دورتر می شدند. از آنجا که تنها با رشته نازکی به دو بسته بودند چون با او نهار خورده بودند که کش می آمد و کش می آمد و همچنان که آن دو در لندن راه می پیمودند نازکتر و نازکتر می چنانکه چنان که گویی دوستان مشخص پس از نهار خوردن با او با رشته نازکی به تن او بسته میشدند. و آن رشته و چون در اینجا پینکی میخورد، با صدای زنگها که ساعت را اعلام می کردند یا برای احضار نواخته می شدند مبهم می شدند. به گونه ای که یک رشته انکه بود با چکی باران لک بر می دارد و سنگین که شد رو به پایین می کشد و بدین گونه خوابش برد. و ریچارد دالووی و هیو هویتبرد در, خیاب در گوشه خیابان کندویت در همان لحظه که مینی سنت بروتن بر نیمکت دراز کشیده رشتهاش پاره شد به خورخور خور افتاد درنگ کردند. بادهای مخالف در گوشه خیابان به هم میکوفتند. به شیشه های یک مغازه نگاه کردند. نمیخواستند چیزی بخرند یا صحبت کنند، میخواستند جدا شوند. فقط با بادهای مخالف که در گوشه خیابان به هم میکوفتند. با گونه فرو کشیدن در زیر و زبر شدن بدن. دو نیرو که در چرخش صبح و عصر با هم برخورد می کردند. درنگ کرده بودند. یک چارچوب روزنامه در هوا بالا رفت. با حیبت، نخست مثل باد بادک. آنگاه درنگ کرد. سرازیر شد. به خود لرزید و نقاب خانمی را آویخت. پاروان های زرد می لرزیدند. سرعت عبور و مرور صبح کاهش یافت و گاری های تک بی اتنا از خیابان های نیمه خالی با سر و صدا سرازیر شده بودند. در نورفوک که ریچارد دالاوی نیمی در آن بود، باد نرمی گل ها را به عقب میدمید. آب را مخشوش می کرد. علف های گل کرده را بر هم میزد. کاهسازان که زیر پرچینها چادر زده بودند تا خستگی بامداد را با خواب در کنند پردههای تیغه های سبز را از هم جدا می گلوله‌های گلوله های گل تکمه را که میلرزیدند کنار می‌زدند تا آسمان را ببینند. آسمان آبی، ثابت، و خیره تابستان را. ریچارد دالاوی با خبر از اینکه داشت کوزه نقره دو دسته مربوط به 300 سال پیش را تماشا می کرد و اینکه هیو هویتبرد با آن و با آوای جنس شناسی یک گردنبند اسپانیایی را با نگاه ستایش می که خیال داشت قیمت آن را بپرسد تا در صورتی که اولین از آن خوشش بیاید برایش بخرد و باز هم ریچارد بی حال بود. نمی توانست فکر کند یا به جنبت. زندگی این خرابی را بالا آورده بود. پشت شیشه مغازه ها پر از خمیر رنگی و شخص و شخص راست می با بیحالی پیری خشکی با خشکی پیری و به داخل نگاه می ممکن بود اولین هویتبرد هیو... دلش بخواهد این گردنبند بند اسپانیایی را بخرد. ممکن بود و او بایست خمیازه می هیو داشت وارد مغازه می شود. ریچارد گفت حق با توست و به دنبالش رفت. خدا شاهد بود که نمیخواست همراه هیو به خرید گردن برود اما در بدن زیر و رو شدنی هست. صبح با عصر برخورد می کند. جد بزرگ لیدی بروتن و یاد بود او و های در آمریکای شمالی به مثل قایق سباکی که بر سیلاب عمیق در حرکت باشد چپه شد و فرونش است. و میلی سنت بروتن نیز او هم به زیر رفت. ریچارد به قدر یک کاه هم اهمیتی نمیداد که به سر مهاجرت چه می آمد. و یا آن نامه که نوشته بودند میخواست سردبیر آن را چاپ کند یا نکند گردنبند کشیده از هم میان انگشتان ستودنی هیو آویخته بود. میشد آن را به دختری بدهد. اگر جواهر می خرید به هر دختری، به هر دختری که در کوچه میدید، چون بی ارزش بودن این زندگی با فشار زیاد به ریچارد زده بود. گردنبند بند خریدن برای اولی. اگر پسری می داشت به او می گفت کار کن، کار کن. اما الیزابتش را داشت. الیزابتش را می پرستی. هیو با منش تند و بریده خود گفت میخواستم آقای دوبونه را ببینم اینطور که معلوم میشد این دوبونه اندازه های گردن خانم خوبیتورت را داشت یا از آن عجیبتر اینکه نظریات آن خانم را درباره جواهرات اسپانیایی و حد متملک خانم را در آن زمینه میدانست و هیو به یادش نمیآمد و همه اینها به نظر ریچارد دالووی بسیار عجیب میآمد چون او هیچ وقت به کلارسا هدیه نمیداد. مگر یک دستفند دو یا سه سال پیش که با توفیق همراه نبود. کلارسا هیچ وقت آن را به دست نمی بست. دل ریچارد وقتی به یاد می آورد که کلارسا هیچ وقت آن را به دست نمی بست، به درد می آمد. و به همان گونه که یک رشته تنهای تار بود پس از تاب خوردن اینجا و آنجا خود را به نوک یک برگ بند می کند ذهن ریچارد نیز پس از جستن از بیخالی اکنون سر کلاریسا زنش آمد که پیتر وال چنان به شدت او را دوست داشته بود و سر نهار ریچارد نایهان زنش را به نظر آورده بود خودش و زنش را با هم زندگیشان را با هم و سینی جواهرات را به طرف خود کشید و نخست این سنجاق و سپس آن حلقه را برداشت و پرسید قیمت این چند است اما نسبت به سلیقه خودش شک داشت. دلش میخواست در اتاق نشیمن را که باز می کند با چیزی در دست وارد شود. هدیه برای کلاریسا داشته باشد. منتها چه چی چیزی؟ اما هیو باز به راه افتاده بود. بی گفته گو تو معنی نداشت. راستی که. پس از سی و سال با این مغازه معامله داشتن خیال نداشت بگذارد یک پسر بچه که کار خودش را بلد نبود او را از سروا کند چون چنان مینمود که دوبانه در مغازه نبود و هیو حاضر نبود چیزی بخرد تا وقتی که دوبانه ترجیح میداد در مغازه باشد و به شنیدن این جمله جوانک سرخ شد و تعظیم کوچک صحیحی کرد همه چیز به طور کامل درست بود و با این حال ریچارد حاضر نبود ولو برای نجات خود از خطر مرگ چنین چیزی را بر زبان آورد. اینکه چرا این مردم همچون گستاخی را تحمل می کردند نمی توانست تصورش را بکند. هیوداش احمق غیرقابل تحملی می ریچارد دالووی تحمل بیش از یک ساعت مصاحبت او را نداشت. و ریچارد کلاه لبدارش را به رسم بدرود تکانی داد و از گوشه کوشه کندویت پیچید. با اشتیاق، بلی با اشتیاق میخواست آن رشته انکبود را که بستگی میان او و کلارسا بود بپیماید. پیماید. نزد او میرفت. در وست مینستر. ولی که میخواست دست خالی به منزل نرود. گول؟ بلی گول. چون به سلیقه خود در مورد طلا اعتماد نداشت. هر تعداد گل، گل سرخ، ارکیده برای جشن گرفتن چیزی که با به حساب گرفتن همه چیز رویدادی بود. این احساس او درباره کلاریسا وقتی که سر نهار درباره پیتر والش صحبت شد و خودشان دوتا هیچ وقت درباره آن صحبت نکرده بودند. سالها بود که درباره آن با یکدیگر صحبت نکرده بودند. و این خود در حالی که گل سرخ های سفید و سرخ خود را یک دسته بزرگ در کاغذ براق محکم می گرفت به فکر فرو رفته بود. بزرگترین اشتباه در دنیاست. وقتی می رسد که نمی توان حرفش را زد. اندیشید که آدم بیش از آن خجالتی می شود که حرفش را بزند. و چند سکه پول خرد را در جیبش جای داد. و با دسته بزرگ گل که به تنش چسبانده بود به طرف ونس مینستر راه افتاد تا سر راست با همه این الفاظ حالا کلارسا هر چه خاص درباره او بیهندی شد در حالی که گلها را رو به کلارسا گرفته بگوید دوستت دارم چرا نکنند؟ واقعا فکر جنگ را که میکردی و هزاران جوان بخت برگشته که قرار بود زندگیشان پیش رویشان باشد با هم با بیل به گدال میافتادند و هنوز هیچ نشده نیمی از یاد رفته بودند این خود یک معجزه بود معجزه بود اینک او از این طرف لندن به آن طرف میرفت تا با تمام الفاظ به کلاریسا بگوید او را دوست دارد و اندیشید که آدم هیچ وقت این را نمیگوید و کلاریسا اندیشیدن درباره او دشوار بود مگر به صورت ناگهانی چنانکه سر ناهار که او را به طور کامل مشخص دیده بود تمامی زندگیشان سر چهار راه ایستاد و تکرار کرد از آنجا که طبیعتش ساده بود و حرز نرفته و از آنجا که سرسخت و لجوج بود و با تمام قوا طرف, م... و با تمام قواه طرف مظلومان را گرفته بود و در مجلس عوام از قرائز خود پیروی کرده بود در سادگی خود محفوظ مانده و در عین حال تا حدی بی کلام و تا حدی خشک بار آمده بود تکرار کرد که این خود معجزه ای بود که با کلارسا ازدواج کرده بود معجزه ای اندیشید که زندگیش اش ای بوده و معطل مانده بود که از چهار راه بگذرد اما از دیدن موجودات پنجشش ساله،, ساله که تنها در پیکادیلی از این سو به آن سو میرفتند واقعا خونش به جوش میآمد پلیس باید فورا عبور و مرور را بند میآورد درباره پلیس لندن دوچاره هیچ توهمی نبود در واقع ریچارد مشغول جمعآوری شواهد سوء عمل پلیس بود و آن میوه فروشانه دوره گرد که اجازه نداشتند چرخ خود را در خیابان متوقف کنند فاحشه ها خدایا تقصیر در ایشان نبود و در مردان جوان نیز نبود بل در روش اجتماعی نفرت انگیز ما بود همه اینها را در نظر می گرفت می دید که با موی خاکستری لجوج خوش لباس پاکیزه وقتی از پارک می گذشت تا به زنش بگوید او را دوست دارد می دید که در نظر گرفته است چرا که قصد داشت وقتی وارد اتاق می شود آن جمله را با تمام الفاظش بیان کند. زیرا که خیلی خیلی جای تعصف است که چیزی را که حس می کنیم هرگز نمی گویی. و همچنان در تفکر از پارک سبز گذشت و با لذت مشاهده کرد که زیر سایه درختان همه افراد خانواده ها خانواده های کم بزاعت می بچه ها پاهایشان را هوا کرده بودند، شیر می مکیدند. کیسه های کاغذی در اطراف پراکنده بود که به وسیله یکی از آن آقایان فربه اونیفورم پوش به سهولت برشیده میشد. یعنی اگر مردم اعتراضی داشتند چرا که ریچارد عقیده داشت هر پارک و هر میدان در طی ماه های تابستان باید به روی بچه ها باز باشد. چمن پارک آب خورده و رنگ رفته مادران بینوای وست مینستر و کودکان خیزان ایشان را چنان برمی که گویی لامپ زردی از زیر چمن حرکت داده می شود. اما در مورد زنان ولگرد مانند آن موجود بدبخت چه می شود کرد؟ که روی آرنج خود لمیده بود. چنان که گویی خود را بر زمین افکنده. از همه بستگی ها رهیده تا با کنجکاوی مشاهده کنند. با گستاخی کم و زیاد با گستاخی کم و زیاد کند چراها و اراها را در نظر بگیرد گستاخ لب گشاد و با تیبت ریچارد نمیدانست ریچارد دالووی که گلهایش را مثل سلاح گرفته بود به آن زن نزدیک شد سخت مشغول از کنارش گذشت هنوز فرصت جرقه میان آن دو بود زن به دیدن او خندید ریچارد با تیبت لبخند زد. با توجه به مسئله زن ولگرد نه اون که اصلا با هم صحبت کنند اما به کلاریسا میگفت دوستش دارد. همه این الفاظ را بر زبان می آورد. یک وقتی نسبت به پیتر والش احساس حسودی کرده بود. نسبت به او و کلاریسا حسود شده بود. اما کلاریسا بارها به او گفته بود کار درستی کرده که زن پیتر والش نشده است. و این با شناختن کلاریسا به طور آشکار راست بود. کلاریسا احتیاج به پشتیبان داشت. نه اینکه ضعیف باشد اما حامی میخواست. و اما ریچارد میاندیشید در مورد کاخ باکینگ هام مثل زن اول اوپرا سراپا سفید پوش رو به تماشاگران نمیشد. منکر شد که نوعی تشخص دارد و نیز نمیشد چیزی را که هرچه باشد بلای میلیون ها نفر یعنی جمعیت کوچکی دم دروازه کاخ در انتظار خروج شاه حکم رمزی را دارد هر چند ابلهانه باشد منفور بود اندیشید که یک جعبه آجر پیش پسر بچه‌ای بگذاری بهتر از این از کار در میآورد به مجسمه یاد بود ملک ویکتوریا نگریست. برجستگی سفید زیر آن و مادری باد کرده او. اما ریچارد خوشش می آمد که بازمانده حرسا بر او حکومت کند. از تداوم خوشش می آمد و از حس سپردن فرامین گذشتگان به آیندگان لذت می برد. عصر بزرگی بود که در آن زیسته بود. در واقع زندگی خود او ای بود. بهتر از هیچ اشتباهی درباره آن نکند. ببیندش، اینجا در اوان جوانی به جانب منزلش در وست مینستر روانه بود تا به کلارستا بگوید او را دوست دارد اندیشید که خوشبختی همین است به دینزیارد که رسید صدای زنگ بیگ بن بلند شد نخست خبر کردن با نوای موسیقی آنگاه عدد ساعت که بازگشت ناپذیر بود و ریچارد به خود گفت همین است همچنان که به در منزل خود نزدیک میشد، اندیشید که میهمانی نهار تمامی بعد از ظهر را تباه می کند. آوای بیگبن اتاق نشیمن کلاریسا را پر کرد و او کلافه نگران دلخور پشت میز تحریر خود نشسته بود. این کاملا راست بود که از الی هندرسون به میهمانی ناهار دعوت نکرده بود ولی که این کار را به عمد کرده بود حالا خانم مارشام نوشته بود به الی هندرسون گفته بود که از کلاریسا خواهش خواهد کرد. الی خیلی دلش میخواست بیاید. اما چرا او باید از هر چه زن پخمه در لندن هست به هایش دعوت کند؟ چرا خانم مارشام مداخله میکرد؟ و حالا الیزابت تمام این مدت با دوریس کیلمن در را به روی خود بسته بودند. و آوای زنگ اتاق را با موج و آوای زنگ اتاق را با موج اندوهش پر کرد و کاهش یافت و خود را به هم جمع کرد تا بار دیگر فرود بیاید و در این وقت کلاریسا به گونه ای بر همزن حواس چیزی را شنید که می جنبید چیزی که به در چنگ می زد چه کسی این ساعت آمده؟ ساعت سه خدایا به این زودی سه شد؟ چرا که ساعت با سرراستی و تشخص زودآور سه زنگ زد و کلارسا هیچ چیز دیگری نشنید ولیکن دسته در چرخید و ریچارد به درون آمد ولی لیکن دسته در چرخید و ریچارد به درون آمد چه دور از انتظار ریچارد گل به دست وارد شد کلارسا یک بار در قسطنطنیه او را واداده بود و دی بروتن که گفته میشد زیافت های ناهارش به نحو فوق العاده ای سرگرم کننده است او را دعوت نکرده بود ریچارد دست پرگلش را دراز کرده بود گل سرخ سفید و سرخ اما نتوانسته بود خود را راضی کند که بگوید دوستش دارد نه با الفاظ نه کلاریستا که گلها را می گرفت گفت اما چه قشنگ کلاریستا ملتفت بود بیان که ریچارد چیزی بگوید فهمیده بود کلارستای او کلارستا گلها را در چند گلدان روی سربخاری گذاشت گفت چقدر قشنگند و پرسید خوش گذشت لیدی بروتن سراغ او را گرفته بود پیتر والش برگشته بود خانم مارشام نامه نوشته بود آیا باید از الی هندرسون دعوت کند؟ آن زنکه آن که کیلمن بالا بود. ریچارد گفت بیا پنج دقیقه بنشینی. همه چیز خالی می نمود. همه صندلی ها پشت به دیوار بودند. چه کار می کردند؟ اوه برای میهمانی بود؟ نه میهمانی رو فراموش نکرده بود. پیتر والش بازگشته بود. آه بلی آنجا هم آمده بود و خیال داشت ترتیب طلاقی را بدهد. و به یک زنی در آنجا عاشق شده بود و یک ذره هم تغییر نکرده بود و خود او آنجا نشسته لباسش را رفو می کرد کلارسا گفت در فکر برتون بودم ریچارد گفت هیو هم سر نهار بود کلاریسا هم او را دیده بود خب دیگر هیو داشت به کلی غیرقابل تحمل میشد برای اولین چند تا گردن بند می خرید. از همیشه چاختر شده بود یک احمق غیرقابل تحمل. کلاریستا در فکر پیتر که با پاپیان کوچکش آنجا نشسته بود با آن قلم تراش که بازش می کرد و می بستش. گفت و به فکرم رسید که ممکن بود زن تو شده بودم. می دانی درست همان جور که همیشه بود. ریچارد گفت سر نهار صحبت پیتر را می کردن. ولی که نمی توانست به کلاریسا بگوید دوستش دارد. دستش را در دست گرفت. اندیشید که خوشبختی همین است. یک نامه از جانب میلی سنت بروتن به روزنامه تایمز نوشته بودند. این تنها کاری بود که هیولی لیاقتش را داشت. و چارت پرسید و میسکیل من عزیزمان کلاریسا فکر می گل سرخا مطلقا زیبایند. نخست وقتی دسته بودند اکنون که به میل خود جدا می شدند. کلارسا گفت کیلمن درست بعد از نهار رسید. الیزابت سرخ شد. در را رو روی خودشان بستند. خیال می کنم دارن دعا می خانند. خدایا ریچارد خوشش نمی آمد. اما سر به سرشان نگذاری. این چیزها می گذارند. کلارسا گفت با بارانی و چتر. ریچارد نکفته بود دوستت دارم. اما دستش را گرفته بود. اندیشید که خوشبختی همین است و همین. کلاریسا گفت اما من چرا باید هرچه زن پخمه در لندن هست به میهمانی هایم دعوت کنم؟ و اگر خانم مارشام مهمانی میداد کلاریسا میهمان های او را دعوت میکرد. ریچارد گفت بیچاره الی هندرسون و اندیشید که این خیلی عجیب بود که کلاریستا این همه به مهمانی هایش اهمیت میداد. اما ریچارد هیچ فهمی درباره ظاهر اتاق نداشت در هر حال حالا چه باید می گفت؟ اگر کلاریسا درباره این میهمانی ها نگرانی پیدا می کرد ریچارد نمی گذاشت میهمانی بدهد آیا کلاریسا دلش می زن پیتر شده بود؟ اما دیگر باید میرفت. از جا برخواست و گفت باید برود اما لحظه ای به جای ماند مثل آنکه بخواهد چیزی بگوید و کلاریسا در حیرت بود که چه میخواهد بگوید چرا؟ گل سرخا آنجا بود ریچارد که در را باز کرد کلاریسا پرسی کمیسیون دارید؟ ریچارد گفت ارمنیها ها یا شاید گفت آلبانی ها کلارستا ریچارد را میپایید که در را باز میکرد و اندیشید در مردم تشخصی هست تفردی حتی میان زن و شوهر دریایی هست و به آن باید احترام گذاشت چرا که شخص حاضر نیست از آن جدا شود یا برخلاف میل شوهرش آن را از او بگیرد و استقلال خود و اتکاب نفس خود را از دست بدهد و آن چیزی است که هرچه باشد بیقیمت است